ببخشی جواب ندادم، آخر جلسه بود، تموم شد، امضا شد. عبدالقادر غیبی حافظ مراغی، ملقب به خواجه عبدالقادر، برجسته‌ترین موسیقیدان، نظریه پرداز و مصنف قرن هشتم و نهم هجری ایران است. از زمانی که عبدالقادر به دربار آل جلایر در تبریز فراخوانده شد، این مکتب به حوزه فرهنگی تبریز و اردبیل انتقال یافت و زمانی که تیمور سمرقند را پایتخت خود قرار داد، بهترین هنرمندان زمان از جمله عبدالقادر را و این مکتب به سمرقند نیز منتقل شد. زمانی که شاهرخ پسر تیمور در هرات مستقر شد، عبدالقادر به هرات فراخوانده شد و بدین ترتیب این مکتب از غرب ایران به شرق ایران گسترده شد. عبدالقادر ابتدا پیرو مکتب صفی‌الدین عرموی در بغداد بود. مکتب صفی‌الدین با حضور عبدالقادر دچار تغییرات قابل توجهی شد و شیوه یا سبک عبدالقادر بیرون. مکتب صفی‌الدین در غرب ایران در قلمرو فرهنگ عثمانی به حیات خود ادامه داد و سبک عبدالقادر پس از حکومت تیموریان با توجه به ریشه های مشترک توسط فرزندان عبدالقادر که به دربار عثمانی پناهنده شدند، به فرهنگ عثمانی راه یافت و زیربنای مکتب موسیقی کلاسیک عثمانی به ویژه در آهنگسازی شد. آنچه به صورت شفاهی و نسل به نسل به نام آثار عبدالقادر منتقل شده، در اواخر قرن 19 میلادی توسط گروهی از موسیقیدانان و خوانندگان ترک به نوتاسیون امروزی تبدیل شده است. از میان تصنیف هایی که استادان روایت کردند، حدود 30 تصنیف را منسوب به عبدالقادر مراغی می‌دانند که این آثار تاکنون در ایران ناشناخته بوده و در ترکیه امروز تنها تعدادی از آنها اجرا می‌شوند. خدافظ. همیشه این تو ذهن ما بود که عبدالقادر بزرگترین نظریه پرداز دوره تیموری است. اون بخشی که مربوط به آهنگسازی عبدالقادر بود همیشه در حاله از ابهام بود. ما یک موسیقی ناشناخته، یک موسیقی ناشنیده رو داریم اجرا میکنیم. میگن اصلا نمیشه. میگیم خب حالا که نمیشه، ما یک مجموعه آثاری به دستمون رسیده منسوب به عبدالقادر، اینا چه کارش بکنیم؟ اینا چالش کنیم یا اجراش بکنیم؟ ما به جای اینکه چالش بکنیم داریم اجراش میکنیم. Thank you.
در میانخانه نه در پوزیسیون. در معماری، در شهرسازی، در خط و در موسیقی. مثلا مذهب شیعه از صفویه به بعد مذهب رسمی کشور شده، قبلش نبوده. یک تغییر تحولاتی در سازها داده میشه، یه سازهای جدید میان، سازهای گم میشه. بعدن سرکله موسیقی دستگاهی پیدا میشه، یعنی اواسط دوره قاجار یک دفعه نمیتونه سیستم دستگاهی نطفش بسته بشه، یک عقبه ای داشته که منجر شده به این. ببینین آثاری که منسوب عبدالقادر هست، همه اون چه که پیدا شده بر اساس برخی روایت ها دو پسر عبدالقادر پناهنده میشن به دربار عثمانی. در واقع این رپرتوار و سبک پدر و خودشون رو منتقل میکنن به عثمانی، ولی بخش عمده این مکتب در رپرتوار موسیقی عثمانی تداوم پیدا کرد و شد زیربنا. عبدالقادر شد نیای بزرگ و شد استاد. خود بپرس، بپرس سیروس، همین جاها باید باشه. بسته هست، چراغاش هم خاموشه. شنبه است دیگه. تعطیل هم آخه باشه، چه خصوصیه، دولتی که نیست. خیلی از تصنیفای دوره عثمانی با کور خونده میشه، توسط خواننده سولیست کمتر اجرا میشه. گفتسی فارسچه اوکنامیدیği için sadeleştirilmiş bir güfte. Basit bir Türkçe ile bazı korolar okudular. Ama solist okuduğu zaman direkt tek başına solist dinlediğiniz için güftenin Farsça olduğunu bilmek gerekiyor. İyi bir Farsça ile söylemek gerekiyor. Hiç olmazsa söyle telaffuzla. Bunu şimdiye kadar solo okuduğu zaman sorumluluk artıyor. İranlı birçok Mevlana, Hafız Şirazi, Abdülkadir, Safiyeddin bunlar
eski coğrafyalardan gelmiş ve bu medeniyeti, bu kültürü oluşturmuş büyük insanlar. Farsça yazılmış olsa dahi Türk musikisini doğuran nazariyatını, ilk repertuarını, ilk en eski sesi, bütün Türk müziğinin atası, peygamberi olarak görebiliriz. İnsan hafızası unutmaya mahkum. Unutmaya mahkum. Ama o kadar parlak bir ışık ki, ne kadar engel tanısanız, ne kadar engel olsa Abdülkadir buralardan bugüne gelebilir. در دوره آتاتورک در ترکیه یک شورای تشکیل شد به ریاست رؤوف یکتا. این شورا فقط به دنبال ثبت آثار عبدالقادر مراغی نبود. این شورا یا این کمیته فنی تشکیل شد تا رپرتوار موسیقی دوره عثمانی رو ثبت بکنه به نوتاسیون امروز. به جز اون یک تصنیف یا بخش کوتاهی از یک تصنیف که در هر دو رساله عبدالقادر با نوتاسیون ابجدی وجود داره، بقیه آثار منصوب به عبدالقادر با نوتاسیون عبدالقادری وجود نداره، یا اگر وجود داره در کنز الالحان مفقود شده است. تا امروز حداقل سه نفر اون نوتاسیون رو به نوتاسیون امروز برگردوندن که این هر سه با هم فرق میکنه. این در واقع نکته جالب این هست. رؤوف یکتا این آثار رو ثبت کرد، دو مجموعه در آمد. مجموعه اول به صورت چاپ سنگی در تیراژ بسیار محدود که در 1995 در استانبول با حمایت به اصطلاح مؤسسه دارالالحان وقف کلیاتی منتشر شد که امروز فقط مجموعه دارا دارن یا برخی از کتابخانه های مهم دنیا در آرشیوشون ممکنه موجود باشه. در این فولدر ما 8 تصنیف و متعلق به عبدالقادر یافتیم، بقیه از دد افندی، از مصطفی ایتی و از آهنگسازان دیگر بودن. پس از اون به من خبر دادن که در یک حراجی در استانبول 3 نسخه از اون فولدر اول از طریق اینترنت به حراج گذاشته شده که یکی از دوستان ما مراجعه کرد برای تهیه این فولدر و اون نسخه کامل فروش رفته بود دقایقی قبلش. 2 نسخه ناقص مونده بود. ما هر 2 نسخه ناقص رو به قیمت نه چندان ارزانی برای ما خریدن و فرستادن که این 2 نسخه رو وقتی که من جمع زدم رو هم دیدم که 60 تصنیف کم داره و خوشبختانه این 60 تصنیف کم بود بر اساس فهرست شامل تصانیفی که اگر از عبدالقادر می بود نبود. در این مجموعه اول ما 4 تصنیف از عبدالقادر تونستیم پیدا کنیم. ما مراجعه کردیم به کتابخانه کنسرواتوار موسیقی کلاسیک ترک در استانبول. از آرشیو اونجا ما یک تعداد آثار دیگه به زحمت تونستیم پیدا بکنیم. پس از اون مراجعه کردیم به کتابخانه مرکز فرهنگی آتاتورک. از آرشیو اونجا هم ما یک تعداد محدود دیگری تصنیف تونستیم پیدا بکنیم. برخی از اینها مشترک بودن، مشترکاتی که کنار گذاشتیم به 24 تصنیف ما رسیدیم. اما فهرستی که رؤوف یکتا در کتاب عبدالقادرش داده 32 تصنیفه. بنابراین ما 8 تصنیف کم داریم.
رؤوف یکتا در هیچ جا ذکر نکردن این آثار از کجا به دست آوردن. این نقطه ابهام اینجاست. شاید به اون دقتی که امروز محققین در نسبت دادن یک چیزی به مرجعش امروز دقت دادن، شاید مثلا رؤوف یکتا یا تیمش 80-90 سال از اون زمان گذشته موضوعشون نبوده اصلا. اونجا که اهمیت داشته برشون ثبت این آثار بوده. Enteresan olan şu, Abdülkadir Meragi'nin hocalarını bilmiyoruz. Yani şimdi Itri'nin hocalarını biliyoruz, dedenin hocalarını biliyoruz. Hepsini ama doğrudan doğruya onu karşımızda bir musiki alimi, bir hafız, bir saz, bir şey virtüözü, enstrüman virtüözü, çalgı virtüözü olarak biliyoruz. Nasıl yetiştirdi kendini, bu bilgilerle nasıl mücehhez oldu, notayı kimden öğrendi, Ebced notasıyla yazmış bütün Kenzül Elhan'ı, bunu bilemiyoruz. Ama bize gelen eserleri bizim ruhumuzdan, bizim makamlarımızdan, bugün onun kullandığı mahurla bizim kullandığımız mahur arasında fark yok. Abdülkadir Meragi hakkında iyi bir çalışmayı Süreyya Agayeva'nın, Azerbaycanlı müzikolog, yaptığını biliyorum. Bizde de, yani Türkiye'de de Abdülkadir Meragi hakkında bir bilgiye ulaşmak istense Murat Bardakçı'nın Maragalı Abdülkadir adlı eserine bakılır. از این احزاد روح و نمیدونم اینجور چیزا برای اینکه خود عبدالقادر بگه این کتاب کجاست ایشون شنیدن؟ بی دبو کنزل الهان اسری وار مراکنین کایب Evet. Değil mi? Yani tüm tüm dünya arıyor zaten. Hocam evet. söyledi ki ben de çok aradım onu tüm dünyada. Sizin bir bilginiz var mı? Acaba ruh falan çağırtmışlar. Şöyle evet, şöyle bir şey. Evet. Yalçın Bey mi? Evet evet. Ay, yok, ruh falan çağırtmışlar. Abdülkadir'in ruhu söylemiş ki bu eser size çok yakın ama bulamazsınız. Ay, o da enteresan. Çok bir, ilginç bir. Ruh çağırmış. Evet. Duymuştunuz değil mi? Ruh çağırmış. Duymadım ama kendisiyle her yerde arandığını yani biz de tabii ki yani hangi kütüphaneye gitsek kütüphane taramalarında hani elimizde olmayan eserler acaba çıkar mı diye hani yazarı bilinmeyenler olabiliyor ya ismi yazmıyor mesela Farsça diyor hani müzik eseri acaba mı hep böyle bakıldı ama yani maalesef yok. Buna Abdülkadir eserleri değil ama onlardan kalan bir takım fikirler halinde. Yani Abdülkadir'in eserleri asimile olmuş olarak bir sonraki repertuara gitti. Asimile oldu. Siz geç kaldınız tabii. Abdülkadir merak ettiğiniz de konu o konu kapandı. Bir kerdin beroe arzi Abdülkadir. Bizim bu konu ya gir. Ha değil. Çünkü ince gözaştan kenar şoma دیر اومدین برای بیز هر چی میخواین من بگم راجبش برای بیز عبدالقادر مراگی'nin sırlarını çözdük bitirdik siz daha yeni başlıyorsunuz ama önemli olan sizin bitirdiğiniz yerde başlamak değil mi ilk baştan değil o zaten onun için buradayız. Konseriniz ne zaman olacak? Olursa mutlak şey haberdar edin. Bir de CD'leri göndeririz. Evet. Adresimi vereyim size e-mail adresimi. Pişrefte Danish همیشه پلکانیه مثل معرفته. یعنی یک کسی میاد یک کار انجام میده دیگری میاد یک سنگ اضافه میکنه به این نفر سوم میاد دو تا خشت دیگه اضافه میکنه تا یک ساختمان تکمیل بشه. اگر مثلا این روایت رو بپذیریم که برخی از این آثار یا همشون توسط خوانندگان نقل شفاهی شدن از دوره رؤوف یکتا به این ور که اینا نوت شدن اصلا اجرا نشدن حداقل 100 سال اینا اجرا نشدن. امروز فضیه‌های مختلفی تو این ارتباط وجود داره. ممکنه برخی از این تصانیف حقیقتاً ساخته عبدالقادر مراغی باشن ولی بخشیش احتمالاً نیستن. در این حال اگر نیستن ولی تصانیف مهمی بودن به خاطر حفظشون در تاریخ منسوب شدن به عبدالقادر مراغی. اصلاً فرض که هیچ کدام از این آثاری که ما داریم میزنیم متعلق به عبدالقادر مراغی نباشه ولی از نظر فواصل از نظر اصول یا ایقاعات و از نظر فرم تصانیف همون چیزهایی است که عبدالقادر در رسالاتش داره میگه.
حالا سب کن سانوز اون دو دیزه و دیزه این جمله فرودت همیشه یه مثال غلط میخوره چرا؟ این آثار اگر که همش یا بخشش متعلق به عبدالقادر باشه ما موفق به یک قباروبی شدیم از بخشی از پیشینه موسیقی ایران. دوم این که یک مکتب فراموش شده در آهنگسازی رو ما داریم یادآوری میکنیم. مثلا از دوره صفوی به بعد رد قانون و عود در موسیقی ما گم شده، البته چنگ هم گم شده. اگر عود گم میشه تفاوت در زیباشناسی شنیداری است که دیگه نیازی به وجود این سازها نیست و بعد از یه مدتی سرکرده تار پیدا میشه. همین هم هست دیگه، یعنی وقتی عود بره کنار تو یه سیستم دیگه میتونی بره. ولی رد پای عوده تو تار بوده. من فکر میکنم دلیل جریان این برمیگرده به درگیری ذهنی که ایرانی با عربا دارن. من فکر میکنم عود و خانو مال عربه. ما یک جریان موسیقایی رو در ابتدای صفوی از دست دادیم و این فراموش شده. بعد توی قاجاریه که دوباره به موسیقی آزادتر نگاه کردن به سر خاطره گمی از اونا وجود داشته، یا اینکه از نواحی مختلف چیزی جمع شده و آمد. اون حلقه مفقوده در واقع همیشه مسئله موسیقی ما بوده. پنجگاه آقای سمایی وقتی میکنم تون داره میخواد یه باری امتحان بکنیم با همون تمپوی که شروع میکنیم ادامه بدیم این وسط رو اونم انرژیش میفته ها. بذار فرمون دست تو ها. سازایی که هستیم که کوک ثابتی دارن، یعنی از لحاظ ایجاد اون پرده ها وضعیت مشخصی دارن، فقط در واقع سه تاست، یعنی قانون هست و رباب و تنبور. بقیه ما همه از گوش باید فواصل رو بگیریم، یه کمی خطرناکه و برای همین هم خب تمرینای دقیق‌تر و با حوصله‌تری می‌خواد. ولی فکر می‌کنم الان این افراد با هم به اندازه کافی کنار اومدن، هم گوششون هم دقتشون. خب دوباره اینی که می‌زنی تو اولی وقتی لا می‌زنیم تو دومی باز عجیبه، یعنی تو همین خط دوم بر سول ره، یعنی حرکت از سول به ره بعدش دو دیز ره. تو دومی هم انگار آدم منتظر مشابه اولی رو بشنوه. میگم یا هر دو رو عوض کنیم یا فلان اولی رو هم عوض نکنیم. به گوش من اینجور میادم دارم نظر برم. یعنی توی اولی که بله انتظار دارم که قرینش رو بشنوه. یه بار هر دو رو سول بزنیم. سول یکش میکنیم مثلا فادیز. دوباره سول. یک دو سه یک دو. این نسخه که لا شده ورژن جدیدتره نسبت به رعوف یکتا. این که همش سوله ورژن قدیمتر. به زمان این غیر من بودنش قشنگه. سولو بزنی همش سول باشه قشنگتره. نه یک دو یک دو سه جا بیاریم بله بریم یک دو سه یک دو یک دو یک دو سه یک دو یک دو یک دو اینجوری شد. موضوع کار ما این نیست که یک سری نوت به دست ما رسیده و ما این نوت ها رو به آسانی میذاریم رو پوپیت و اجرا میکنیم. موضوع به هیچ وجه به این سادگی نیست. یعنی شما یه دونه کافی سکوت بدین تو میزان 6 تایی تو 6 تایی رو کامل کنید. تای ضرب ما چه می‌فهمین 10 تا 6 تایی داره از آخر ضرب 6 من شروع میشه. یه سکوت سیاه بعد از یه سیاه نقطه دار و به حساب شما یه قارو مسئله داره. آخه من دارم ایقاع همو میزنم، نمیشه که من ایقاع همو میزنم. خب نمیشه خراب میشه اگه اون ذه و سفید بگیری
بعدش یه سکوت چنگ بگیری درست میشه. بله، یا یعنی اینکه همین که هست بگینی بعد یه سکوت سیاه. خط ده بریم که فرصت داشته باشیم. زود باش صاحب، قلم لازم داری. فقط تکلیف اون سه تا تنگه چی میشه اینجا؟ در واقع ده بازم رو خط دوازده میشه. آره. حالتایی که میتونه اتفاق بیفته اینه که دستت حرکت بکنه بیاد جلو که مثلا فا رو خب کارتو با دو بگیری و بعد این میاد توی پوزیسیون معمول، چون این پوزیسیون زائده، یعنی یه دونه از دستان اولی که ما معمول میذاریم میذاریم که بعد یه خود رو تو پایی داشته. نشانه هایی که در نوت هست، این نشانه ها به شکل های مختلف در پرده بندی ساز ها و در گرفت صداها روی ساز قابل اجراست. گفتین تو بریم من میگم اینو تعریف بزنیم چون اون سرعت به نظر میرسه دیگه وقتی که کنترل اون حالتش خوبه ها، یه ذره سرعتش نگار درسته. ما چیز بگوش نه ببین تو خودش سرعت گروه تک تک با هم آره سامن ببین بهتر. بخشش میشه گفت اینه که ما موسیقی، یعنی صدایی از اون تو حافظه‌مون نداریم، در واقع با اون موسیقی آشنایی صوتی اصلا نداریم. بریم بچه ها. سی لا سول فا میه مثل این میمونه که شما حروف مثلا یک خط میخی رو براتون برگردونده باشن به حروف زبان خودتون یا به زبانی که شما بلدید، ولی اصلا نمیدونه رو زبون چجوری باید صدا بده. چی میزنی اولش رو؟ دیم داد دم چجوری بگم؟ یه چالشی بود گویا بین اون چیزی که در تئوری کتابای قدیم اومده با اون چیزی که به گوش به ظاهر صحیح میومد، که البته مجبور شدیم در واقع اون قسمت های تئوری که از کتاب برگرفته بودیم و یه مقدار تعدیل کنیم در فواصلی که اجرا و خورده خورده تجربه این فواصل رو تثبیت کردیم به این شکلی که الان داریم اجرا می‌کنیم. تننن تن تننن تنن تنن تننن تن تننن تن. برای همین اینو گذاشته دوره یه دایره. آها، که از هر جاش میشه شروع کرد. که از هر جایی که شروع کنی جزء خانواده مثلا ثقیله. آره، حالا ثقیل اول، ثقیل ثانی، ثقیل حالا بعدی نمیدونم بازم بعدی داره. ما کاری که باید بکنیم الان اینه که اینو در بیاریم بعد بیایم سراغ این. چون اگر بخوایم اطلاعات اینو اول دسته‌بندی کنیم چون ابهام و تناقض توش زیاده گیج‌تر میشیم. از ته بیاییم به سر به نظرم موفقیت‌آمیزتره. اگه اینجوری باشه فکر کن این برای دو تاست، این برای یه دونه است، این برای یه دونه است. شونزده تا بیارش دیگه، اولش اینو خواه. شونزده تا دومه دیگه، درسته. شونزده تا سفید داریم. بعد از اینکه تازه احتمالاً پیش‌فرضی پیدا می‌کنیم از اینکه چه صدایی خواهد داد، می‌رسیم به یه مقدار تجزیه تحلیل، حالا حداقل در حد ابتداییش، که بتونیم ببینیم ملودی‌ها از چه فضایی به چه فضایی حرکت می‌کنن، به اصطلاح چه ترکیبات صوتی رو عوض می‌کنن. کم نشه. ما الان هنوز یکی از چیزهایی که باید در واقع در بیاریم ما هنوز نمیدونیم اینه که منطق اصلی این ادوار و ایقایی که نگرش ریتم قدیمی ماست به موسیقی چی بوده. ما الان داریم اونو اجرا میکنیم ولی 100% پس زمینش رو نمیدونیم متاسفانه. الان کدوم سیه؟ بیست و کم Thank you.
این نسخه لوفی کتاه قدیمی تره. تمرینی که ما اینجا میکنیم بیشتر به خاطر این هماهنگی که قرار اتفاق بیفته سر تمرین ها، یکی کردن فواصل، اول با خودمون بعد با گروه، خیلی کار سختی بوده و هست اصولا. ولی مشکل عمده من فکر میکنم همون کوک بود و جور نشدن اون صدای واحدی که احساس ها در حقیقت بیرون میاد. اولاش خب خیلی بیشتر درگیر کوک و زدنش و اینا بودن، ولی الان خب یه ذره راحت تر شد. موسیقی یک خطی به ساله مونو داریم اجرا میکنیم و ولی توی خود روند ملودی بسیار پیچیده است، اون چیزی که توی موسیقی امروز ما نیست. شکلی که الان موسیقی ایرانی داره یک جور وابستگی شدید به یه سری ملودی‌های از پیش تعیین شده توش هست، ولی توی این موسیقی که ما اجرا میکنیم تنوع بیش از این موسیقی کنونی هست، یا موسیقی که از دوره قاجاریه به این طرف مرسوم شده. توی یه مقامی هستین شروع میکنین، اما انقدر در واقع مدگردی انجام میشه و اینقدر شما میپرید به جاهای مختلف و سرک میکشید برمیگردید، شکسته میشه فضا. بعد بخشی از معماها مربوط به خود ترکیب دورهای ایقایی، اون ریتمی که روش دایره میزنه با اصل ملودیه. چون هیچ مرجع صوتی وجود نداره طبیعتا دچار آزمون و خطا آدم هست. این هم ادعای ما نیستش که مسلما اون چیزی که عبدالقادر در اندیشه‌اش بود یا اون موقع اجرا میشد این صدایی که ما الان داریم میدیم. من فکر میکنم که یک مرمتی شده رو کار و طبیعتا مرمت هیچ وقت با واقعیتش یکی نخواهد شد. ما این جمعه یک تمرین داریم، دوشنبه ضبط داریم. این موسیقی به جز ضبط آنسام به اعتقاد من جواب نمیدن، این حتما باید به شکل آنسام ضبط میشه. ریمون جان، خب رباب و عود و درست کن، میکروفونشو بریم. بخشی از این موسیقی رو در یکی از استودیوهای خوب تهران ضبط کرد. به تدریج با این مشکل مواجه شدیم که اعضای گروه به اون آزادی مورد نیاز برای رسیدن به اون حس مشترک و قوت بشدن در این موسیقی داره ازشون سلب میشه. این میتونه بخشش حقیقی باشه، میتونه بخشش خیال باشه، ولی بالاخره این نظر و حس و برداشت اعضای گروه تا در نهایت به این نتیجه رسیدیم که درصدی از کیفیت صدا رو ما برای رسیدن به حس و حال مشترک بهتر اعضای گروه فدا کنیم. اینقدر مثلا بازی داشته باشیم. زیر دست انگار خیسه سو. هیچ وقت اینجوری نبوده. هشت بگرد. جلسه سوم ضبطمون هم همین جوری بوده اگه یادت باشه. ساعت 6 بعد از ظهر دشت کرده. فضای استودیو، هوای استودیو مناسب کار نیست. هم شرجی رطوبت زیاده، هم گرمه، هم اکسیژن کمه. 7 ساعت هم از صبح کار کردیم، سازا از استاندارد خارج شده، گز میزنن. چند تا از سازا خوب پوستی هن دیگه، پوستاشون بخاطر گرمای هوا افت کرده. تو استودیو میشه اینا فراهم کرد؟ چیزایی که انجام دادیم یکی شفاف حجم نداره، یکی حجم قابل قبول داره، کدر. الان من مثلا اگه بخوام واقعا یه مثالی بزنم، نقاشی آبرنگ به نقاشی با مدرنگی رو ملاحظه بفرمایید. توی آبرنگ مرزا کاملا تو هم بلور هم رفتن تو هم دیگه، مثلا توی چیز شارپه، توی مدرنگ. من استودیو و لایو رو اینطوری فکر می‌کنم مدل کنم. لایو کار نداریم. نه ببینید، اون رفتار صوتی که شما می‌فرمایید که مثلا توی محیط آکوستیکی با یه آکوستیک کاملا زنده و صداها تو هم، در مقایسه استودیو که صدا کاملا هستند، کاملا که نه، به نسبت هستند دیگه منفکن و پردازش برای هر کدوم متفاوته. من فهمیدم مشکلم با اون قطعه چیه. بعدم براتون میگم. مشکل نیست در واقع، یعنی یه خاصیتی به نظرم تو اون قطعه هست، به خصوص تا قبل از قسمت مرصع، حس کاملا فاقد زمان، فاقد مکان، فاقد همه چیز. تعلیق کامل داره که وقتی زمانش طولانی میشه برای من عین مرگه.
تموم شده، هم هیچی معنی نداره، زندگی دیگه وجود نداره، برای همین زیاد که میزنیم دیگه منم میرم، دیگه منم تعطیل میشه. مهمه ها. حالا سه تا مزرابی داریم، تنبور، رباب و عود و یک دایره. تنبورچه ها از نظر کوکشون نزدیک قانون باشن مطمئن. این استودیو همیشه اینش وسط بده. این بود که مثلا سه ویسیون مختلف رو در جای مختلف ضبط کنیم و مقایسه بکنیم. این گوش داره کار میکنه دیگه. آره ولی شرایط شنیداریش یکسان نیست اصلا. مثلا سر اینه ما اصلا توی شرایط نمیشتن بعد یه چیز دیگه در میشه. خب الان گوش میکنیم. شما هنوز پشیمون نشدیم. الان وقت میکنی میگه من آی کار باف بریم؟ بله لیبلشو نهاریم کنیم، بتونیم یه ذره تکیشو میدیم اینجا. ما فقط سعی کنیم زره سازا رو لول کنیم و اون ورژن آخر رو بزنیم. دست شما درد نکنه.
خسته نباش جان. نه بابا چه دیم، ما دوست داریم کار انجام بشه. آره انجام بشه، آره انجام بشه. ولی رد یه چیزایی میدونه تو این جهان میمونه، ولی یه چیزا پاک نمیشه تو زن. اون عشقی که مثلا وجود داره اینا که پاک نمیشه. سلام سیروس جان. سلام آیدرز. چطوری؟ قربان شما، حال شما خوبه؟ خونه نیستی مسکه؟ نه دانشگاه. دانشگاهی؟ بله بله. یعنی الان سخت حرف بزنی؟ نه تموم شدیم شده. ببخش اینجا یه ذره سر صدا. نه خواهش میکنم. این بسته ای تو نرسید اون سگاه و اینا؟ عجب. چند روزه؟ من پیروز فرستادم دیگه، باید دیروز اساساً میرسید. که نرسیده؟ امروز میرسه دیگه. یا امروز یا شنبه دیگه. آقای جمالی که در تبریز هستن، ایشون یک بخش از وظیفش ترجمه یک سری متون از ترکی استانبولی یا از انگلیسی به فارسی هست. یک وظیفه دیگر ایشون نواختن رباب بم هست در گروه. یک وظیفه دیگر ایشون اجرای نمونه الگویی آواز هست. آقای درویشی این وظیفه رو با عهده من گذاشتن که بخش تلفیق شعر و موسیقی رو کنترل بکنن و مخصوصا که تمام اشعاری که نوشته شده بود، بعدها ما یکی دوتا نسخه پیدا کردیم از نوت ها که به زبان حروف الفبای عربی نوشته شد، بقیهش همش حروف لاتین بود و در واقع حروف ترکی استانبولی. اینا باید تبدیل می شد. این بخش تبدیل رو من انجام دادم. در حین تبدیل به یه چیزهایی می رسیدیم که اشتباهاتی بود توی نسخه‌هایی که پیدا کرده بودیم. اینا رو با مشورت آقای درویشی تصحیح می‌کردیم. جاهایی هم کمک گرفتیم از استاد شفیع کدکنی که محبت کردن و اشتباهات ما رو رفع کردن. چیکارش کنیم این قطر رو بالاخره؟ این دوتای مونده رو؟ آره آره. اینو من باید یک وقتی پیدا کنم بیارم پیش آقای شفیعی. شعراشو تا 30-40% هم اگر ایشون بتونه حفظ بکنه به تدریج آوازی ضبط کنه. شعر چی بود؟ چمن ز قمری و چمن ز بلبل قمری به کام صیاد ز بس که شاخ گل و سر دوش بر دوشن. آره آره اون شعر یادی از نحوه تلفیق امروز ما که نداشتن. چیزی شبیه این داره، یعنی تو نوت داره، من هنوز موزیکش نشیدم. خب الان دو بار بشنوی درست میشه، یعنی دور از اون که نیست خیلی. نه آقا شد یا نه؟ شد؟ بفرم بیدان اختیاری آقا بند آقا اینا صحیح و سالم دست شما در نکنه. خب بریم دیگه، بفرم. دقیقا همون چیزی رو که نوشته میشه اجرا میکنن دیگه، منتها خب من توی اجرام دیگه طبیعیست که ظرایف آواز و اینا دیگه وجود نداره، فقط یک اجرای شعر هست روی موسیقی. همایون با صدای خودش جاهایی که لازمه، حالتهایی که میتونه با هنجرش بده و زیر و بم صداش رو در واقع هماهنگ میکنه. فرازهایی که از جنس موسیقی دستگاهی نیست از نظر ساختار ملودیک، کاملا متفاوت. دوم فواصله. این نوع موسیقی در واقع بر اساس ریز فواصلی هست که در خود این موسیقی وجود داره. یکی ناآشنا بودن فرازهای آواز، دوم فواصل، سوم مودولاسیون ها و چهارم که از همه مهمتر هست نحوه تلفیق شعر با موسیقی در این آثاری که ما داریم ضبط میکنیم گاهی درست برعکس اون چیزی هست که امروز سنت در موسیقی دستگاهی هست. مثلا استاد آواز در موسیقی دستگاهی معمولا میگفتن که خواننده اول شعر رو تحویل بده، یعنی شعر اول سلیس تحویل شنونده داده بشه، بعد حالا امکانات آوازیش رو انجام بده. اینجا اصلا این بحث نیست. شعر یک وسیله است،
چه خیلی اهمیت نداره. شعر در دنده های سنگین چرخهای موسیقی چنان چرخ میشه که گاهی تشخیص یک واژه در سر یک ملودی دشوار میشه. شبی کجا بودی یارم عمرم یاره بیا یا یک واژه عشق گاهی میبینید دو خط دو سطح از نوت ملودی رو در بر میگیره. گاهی یک کلمه عشق از کمر شکسته میشه. بیا بیا وسطش سه ضرب سکوته مثلا. قافش بعد از سکوتا میاد. یعنی اون تلقی که در بین خوانندگان حداقل از اواخر قاجار تا امروز در موسیقی دستگاهی ایران موضوع جدید مواجه هست. ما از یک مقام به مقام دیگری میریم، یعنی تغییر مقام های متوالی حتی بدون تثبیت یک مقام. تنن تنن تادیر تن بشنویم یه بار بعد ادامه شو آبودی بالا دوم گروه هست. فیدش میکنه. فیدش میکنه. خیلی خوب. خوبه. همین رو نگه میداریم. ارکستر رو کوتاه میکنیم یه ذره. آها. خیلی ترکی شد نازلمش نه؟ یه کمی تخفیف بده. چه زینت خوبی دادی اونجا. آره. خوب بود آیدار بشید. ما برخی از این تصانیف در جای صدای این خواننده نیست. ما خواستیم که اینها رو انتقال بدیم و منتقل کنیم به گامی که جای صدای آقای شجریان. آقای دیگه بگی؟ در انتقال گام ها یک مشکلاتی پیش میاد، یعنی مثلا با 5 سنت کاهش یا افزایش ما مواجه میشیم در انتقال داد. به همین دلیل این تصنیف ها از هر جای امکان اجرا نداره. این رو کسانی که فقط با این موسیقی رو کاغذ برخورد کردن ممکنه درک نکنن. گردنه بدیه. تصنیف نهاوند کبیر یک تصنیفی است که بسیار دشواره برای خواننده، یعنی از بمترین صدایی که آقای شجریان داره تا سقف صوتیش رو در بر میگیره و اون سقف صوتی نوت اشاره نیست، نوتی است که یک سطح نوت مثلا روش حیبات بکنه و تکرار بکنه. جاده دیگه گوبل نمی کنه میره بالا این خواننده تا نکشه ول نمی کنه بریم بالا گوبنده با گوت تکرار میشه یارم یا سلطان جهان تا همین جاش خوب بوده. این همین صفحه است. خدا رو شکر ما بچه‌مون یه ماه پیش به دنیا اومد. دو تا دیگه. تو تن لن 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 تو تن لن 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 الان دو اجرا رو ما می‌خوام تکرار کنیم. یکی
دیگه همه از یکی راستگار محتشمه، یکی چیز دیگه نهاوند کبیر. نهاوند کبیر خوندم اینا رو؟ آره. نه من یادش ندارم بخونم دوباره. به خدا خوب خوب نشده، اصلا گروه خوب نشده. نمیدونم به گروه برو آواز من بزنم. من دیگه دیگه که خونم که تمومه واقعا ایش دیگه ندارم. هر کاری احتیاج به یک نوع صدا، احتیاج به یک ظرفیتی داره. آقای همایون شجریان یکی از تواناترین خوانندگان عصر حاضر ایرانه، ایشون و پدرشون. این بالاخره تشخیص من بود این مجموعه یا توسط پدرشون باید خونده بشه یا توسط ایشون خونده بشه. چطوره؟ افتاد کاغذه. چیزی کمتر از پدر به لحاظ صدا ندارن و هم این که وقت و حوصله بیشتری دارن برای این کار، برای که حقیقتا وقت زیادی میبره، به غیر از وقت فیزیکی تمرکز زیادی اجرای این آثار احتیاج داره. همان یکی دو باری به طور خیلی مختصر راجع به بعضی قطعات این اثر با من صحبت کرد و موقعی که راجع به اون بخشی که خواننده بس بخونه با صحبت کرد، دیدم که اصلا به گونه ایست که اصلا جایی برای نفس کشتن رو خواننده نیست. یک سری خواننده بس بخونه، گفتم آخه این عبدالقادر چگونه میاد آهنگ برای خواننده میسازه و جایی برای نفس کشتن خواننده نمیذاره و خواننده بس چیکار کنه، چگونه میتونه. و منو گفت حالا بالاخره بس ببینیم چیکار میشه کرد. گفتم تو با آقای درویش صحبت کن ببین که شاید یه جایش مال فقط موسیقیه، مال ارکستر و جای تو نیست، که چون نمیشه با یک نفس خون اینا رو. آقا روی تار صوتی یه دونه میگن آلا خلط میاد روش میچسبه، هر چی هم چیز میکنی رد نمیشه. این که میشه دیگه آدم گیر میفته. بعد رو بعضی نوتا هم خودشو بیشتر نشون میده تا بعضی نوتا. البته همایون اینم تصیف بدقلقه ها. آره نه ولی مربوط به این نمیشه. مثلا یه هفته از مشکل دارم، بعد امشب گفتم بیام که کار انجام بشه. مکن یار مکن دوست مکن اشبه مکن یار. درود بر تو. آدم دیوونه میشه جان تو. آفرین. اتفاقی که میفته با اجرای این کارام چندین چیز مشخص میشه. یکی اینکه اینا شعرشون فارسیه، میدونیم که در چند صد سال گذشته زبان جاری توی مثلا ترکیه و عثمانی و اینا این فارسی که ما صحبت میکنیم یا دوره سبک عراقی به شعر میگفتن، این زبان اونجا مرسوم نبود. این کارا شاید بتونن یه ارجایی بدن به این که یه حرکت بدن. همین حتی مثلا شما فقط به مسئله ترنمای این کارا اگر نگاه کنید، ترنما قسمت هایی هستن که در واقع خواننده یه سری اصوات رو تکرار میکنه که اینا معنای مشخصی ندارن. بعدهاش به یه شکلی تحریر به طور کامل اومده جای این موضوع رو گرفته. آدم احساس میکنه که این ترنم مال خود همین قطعه است. احساس نمیکنه که انگار، چون اگه شما رو نوتش ببینین و ببینین که یه سری حروفی نوشته شده وسط اون شعری که اومده، احساس میکنه که انگار یه چیز غریبه ای از بیرون اومده، چون ما این سنت خودمون نداشتیم. ترنم ها واژه های به ظاهر بی معنی هستند. در جای جای یک تصنیف مثل تننا تننا تننی تنا مشابه اینها در برخی از غزلهای منسوب به مولانا وجود داره. چرا شاعر میگه من که مست از می نابم، ادامه رو با واژه نیامده؟ شاید هیچ واژه‌ای جوابشو نمیداده. آقای جمالی، آقای میرزایی، آقای صمدپور، فقط ستا و بعد یه بم سیامک. چی شد؟ سوله پایین خرابه.
کلمه رو بدون. آره سولو خوب بود. یکو حالا بخون دیگه. نگین کدومو بگین بخونیم. از نظر روحی این آخریشه. سلام آقای جان. سلام. سلام سلام آقای جان. چطور حالتون؟ قربون شما. جای شما خالی قربان. حالا ببین من چی میکشم. آره واقعا. تمامه؟ قط نشد زود؟ چی؟ قط نشد زود؟ باسه ها، باسه مون نیفته. آیا 16 تا صدا داریم؟ خوب بگیری، تعارف نکنم. نه خوبه. سومیش خوبه، ترک سه. بعضی چیز اصلا شنیده نخواهد شد. استاد اینجا نشسته، ما چرا دخالت میکنیم؟ چی؟ میگم استاد اینجا نشسته. نه بابا، استاد شما این چرا اتهام میزنی؟ نه آخه شما بهتر میدونید بعدا چی میشه. استاد پدره؟ ما همینجا. هفته پیش اومدیم اینجا در این باغ با صفا، ضبطایی که داشتیم تو استودیو اونا رو چک کردیم، بعد تصمیم جمعی بر این شدش که در واقع ضبط رو بریم به جایی که در واقع تمرینامون رو انجام میدیم. آمین. این میکروفونا سفید و سیاهش فرق نمی کنه؟ نه نه هیچ فرق نمی کنه. فکر کردم که این باغ که خونه دوستم رضاست، فکر کردم حداقل صدای شهر رو اینا کمتره، گفتیم بیایم اینجا. آقا علیرضا این چرختو میتونی سوار نشی؟ اینجا دارن ضبط میکنن صدا، صدای چرخت میاد. یه 5 دقیقه آنتراک بدم اما خیلی چیز شده. خدا آقای درکشی نه کوچ خونه بود توی اتفون چیزی که من میشینه کوچ. بچه ها کوکا چک کنیم دوستان، میخواییم یه پنجره باز کنیم؟ فکر کنم دوست خیلی رفتیم بالا. ولی انرژی میبره با خیلی هم انرژی میده، انرژی فیزیکی بیشتر میبره تا ذهنی. اون نیریزه انرژی فکری میبره. نه خیلی انرژی فیزیکی میبره. کلا یه جایی چیز داره. اون چی بود؟ قبلی در رفتی؟ آره آخه این این اشکالش نمیشه که الان یه دونه صدای آرشه از قبلی در رفتگی قانون زیاد داریم تو یه لحظه اونو آدر بشیم میشه یه لحظه گرفت اصلا اون سانا بشین کوک تو دقیق چک بکن که بعد که میشینیم دیگه گرفتار نشیم.
ارکستراسیون به تعبیر غربی ما نداریم. ما یک گروه 9 نفره داریم، شامل دو تا رباب، رباب بم و رباب معمولی، قانون، عود، نی، دو کمانچه، که البته دو کمانچه ما کمانچه آلتو هستن، به لحاظ اون جیغی که تو کمانچه سوپرانو هست مورد نیاز این فضای فرهنگی مورد نظر ما نیست، و یک دایره 9 نفر. اولا این سازها سازهایی هستن که بخشی از سازهای متداول در دوره عبدالقادر است. البته تنبور چهارتا رو فراموش کردم بگم، اسمش به اعتبار رسالات قدیم موسیقی ایران و شکلش بر اساس نقشایی که از مینیاتور ما دیدیم این ساز ساخته شد. در واقع تغییرات اندکی روی تنبور ایرانی داده شده، کاسش کوچکتر شده و یک دستانی که مورد نیاز ما بود افزون شده به دسته این ساز. به نسبت سیمای تار من مقایسه میکنم، تار 20 تا 18 و 20. این سازها همه در رسالات عبدالقادر ازشون نام برده شده. پایان زب من فکر میکنم که حداقل یک بار ما اینا رو در چند تا کنسرت باید اجرا بکنیم. قربان شما شهر کنم شکرم همه پای ماهی ها جرد شد همه این جلو اینجوری همه جا بخوایم این کار رو اعمال بکنیم نتیجه خوب نمیده. من نمیخوای بچینی ساز داره صداشونو. خب آره خب دیگه پس از اولیه بذاریم باید انجام بدی انجام بده. داریم وجب به وجب این کار رو میکنیم. درست نیست به نظر من. من نمیدونم یک کار من این کسی هم که شما به من میگی این کار میکنم. آره خب اونجوری که من چیده بودم اینطوری نبود. ریور رو من تغییر دادم. تو اونجا ریور رو تغییر داده بس کردی؟ حالا با این پون ریور به تبدیل بده. شدن یا بهتر شدن؟ خب یه سفر. ما اگه بخوایم اون اتفاق بیفته باید یه ذره آمبیانس رو بریم پایین، یه ذره سازا رو به نظرم از محدوده یه در واقع مید رنج به سمت باس ببریم. کافیه. کجا میرید زب میکنی؟ به نظر من تکلیف روشن. مال سیامبک رفته عقبتر اینجوری شده. یه چیز این دوتا رو به هم نزدیکتر کن. چون من الان حجم فکر کنم کافیه حجمی که الان تو میکس علی هست. شخصاً به عنوان یک رای من مال علی رو خوبه چی تو اون خوبه که بریم سراغ در اوکی بکنیم لاقل یه قطعه ما میکس کرده باشیم. برش کو چون دیگه الان ما محصل 3 سال تلاشمون و اینها دیگه توی میکس ها معلوم میشه. گفتیم ما خواهش کنیم که اگر بابا بختاش مثلا یه جلسه بیاد از تجربهش استفاده کنیم برای میکس صدا و اینها. حسام اینه که یه همچین پروژه‌ای وقتی تو هر جای دیگه جز ایران خواست اجرا بشه، تعبیر من اینه که این پروژه ملی اعلام میشه. من دیدم با چه زحمتی شما کار میکنی. در واقع سوالم اینه که واقعا تا الان چه حمایت هایی از این پروژه شده؟ حمایت در واقع قبول انتشار ضبط های ما توسط کانون پرورش فکری هست که اینها اعتماد کردن به ما و یک موسیقی رو که نمیدونستن چی هست به اعتبار حرفی که ما زدیم اینا سرمایه‌گذاری کردن و قرارداد با ما بستن برای انتشار این. این تنها حمایتی هست که تا امروز از ما شده. فریاد بسی کردم و فریاد رسی نیست.
گویا که در این قبه فیروزه کسی نیست. این توی هست؟ آره. ولی هیچ شعرها مفهوم خودش نشون نمیده تو اینا. آره. فقط با کلمات بهانه است. بهانه است. آره. با کلمات بازی میشه اینا فقط. فقط موسیقی مطرحه. ولی شعرها همه شعرها خاصی هست. آره شعر زیباییه. جمعه پیش آمدیم نشستیم اینجا و من هم که با قطعه کام آشنا نبودم که چی هست اینها، تعداد افرادی که در اینجا سازدن چی هست، چه سازی هست و ریزده دیگه گوش کردیم اونها و شروع کردیم میکس کردیم. بعد که در من یک چند ساعتی، پنج شیش ساعتی طول کشید تا دوتاش میکس شد اونها. بود بالا نیستم نه عدی از کور بوش کن، وقتا تو کور بکن. تو میخواستم قبل موزیکو تو که میاد تو کورم بشنم اون که خوشه کردم خوبه بوم ارکستر اینجا بیار بالا دو تا ارکستر بده میخوایی ارکستر کمه یه پیش نه اینجا اونجا زیاد کنی بعد حجمش خیلی میره بالا و افت میکنی من میگم کلا حجم این قسمتی که کور اومده خیلی زیاد شد دیگه آره خب کور خوش حسش به همینه چش کار خب میدونم یه ذره بالانسش بکنی نه خب کور به حال وقتی میاد حجم میره بالا بله بله بعد همیشه دوباره برمیگرد به حالات عادی اشکال نداره چه اشکال نداره درسته اینجا چیز دار یه دف رو تنبک رو چی میگم دایره رو یکی زیاد وقتی که میز شد آقای درویشی گفتن که شما خودت باش میکس کنی بقیهش هم باش قبول کنی بیای و نفس شما باش بخوره به این کار گفتم که جاش افتخارم میکنم میام چرا نیام خیلی دوستان چون وقتی که اثر رو شنیدم و دیدم که چقدر خوب چه حس خوبی داره و چه نکاتی درش هست که تا به حال من در هیچ موسیقی این نکات رو بهش بر نخوردم گفتم من وظیفه خودم میدونم که بیام تا آخرش بیام بیام میکسش کنم لیولش که کمتره یعنی لیول نوانس زدنش اجراش کمتره از یه قبلیه باعث بگم کسانی که این کار رو اجرا کردن از نظر موزیسین بودنشون فوق العاده استعداد بالایی داشتن یعنی بچه های ما که کار اجرا کردن باش بهشون احسن گفت توصیفی نمیتونم و هیچ مثالی نمیتونم بزنم از نظر ارزشی که این کار داره چون تو این 600 سال ما از این مسئله به دور بودیم اگر دقت بشه نکاتی در این کار هست که نشانه از این داره که موسیقی خود ماست ولی ما در این 600 سال تغییر شکل پیدا کردیم اومدیم تا حالا به این شکل در آمدیم اجازه میدین عود یه ذره کم کنیم خیلی زده نه نه گفت که دست نزد آخه عود نرم ارکست دیگه چه از نظر فواصل و موتیف ها و چه از نظر ریتم و زمان بندی که دائم میشکنه و هی عوض میشه همه چیز من واقعا شکفت زده کرد این کار به درون خودش کشید چهار تاش بده آقای کار باید چهارتا که بیام و این کار رو هم گوش بکنم هم تا جایی که میتونم سعی کنم که این زحماتی که کشیده شده نتیجهش آید و حاصل بشه برای اینکه مردم خوب بشن خب این پرتره شد از نظر که بمت بیشتر این طرفه بیشتر پر میشون آره ولی از نظر سنگینی من این برای سنگیتر داره حس میکنم مثلا یه جوری نشه نه نه خوبه چون ما مهم نیست مهم گوشمونه تشخیص گوشمونه مهمه آره من الان خوبه والا کاری که این فرزند خلف آواز کرده منه که باباشم انگوش و دهن موندم که این چجوری خونده
و این چه استعدادیه که تونسته بخونه. کار من در حال حاضر نیست، نبود، یعنی من در حال حوصله من و توان الان من نبود این کار. ممکنه او در جوانی با این کار برخوردی داشتم و اینها و با تمرینات زیاد میتونستم این کار رو اجراش بکنم، اما واقعا همایون نشان داد که یک استعداد استثنایی در این کار. به این توانایی، به این تمیزی، به این جستی، این فواصل بسیار که الان سخت آدم یاد بگیره این فواصل رو، یه دفعه پرده آنچنان عوض میشه که از هر کسی نمیتونه به اون سرعت یاد بگیره، و این فواصل رو به این خوبی گرفته و ریتم رو دقیق همراه با ارکستر اومده. یعنی عبدالقادر در این کار از خواننده مثل یک ساز استفاده کرده. نوت من تو بودی؟ نمیدونم، من یه نوتون بالا داشتم، شاید این نوت شما بوده. رو میز بود. نوت من اون وره؟ رو میکسه بود. اینجا نوت رو هوا میزن. اینجا نیست. آه، نوت من اینجاست. برحال این کار اگر وقتی که عرضه بشه در وهله اول فکر میکنن که این همون موسیقی ترکی استانبولیه، ولی بعد که خوب گوش میکنیم این موتیف ها همه موسیقی ایرانیه، منتها فرم اون موقع با الانی که ما داریم ارائه میکنیم فرق میکنه. موتیف ها الان در این چیز تکرار نمیشن، دائم به شکل خیلی ظریفی خیلی مختصر تغییر شکل پیدا میکنن، ولی در موسیقی که ما الان داریم ارائه میکنیم فقط با یک پرده پایین تر یه پرده بالاتر اجرا میشن. مثلا فرض کنیم بگیم این موسیقی غم و شادیش آدم حس نمی کنه. بله. غم توش نداره. فراتر از اینه. آره، یه حالت عجیب غریبی هست، حالت سرخوشی به آدم دست میده که آدم همش هم دلش میخواد به این گوش کنه. بله. خود عبدالقادر چند جا تاکید میکنه، میگه این یک موسیقی هنری پیچیده است و موسیقی عوام این نیست. درسته. اینه که خیلی ها ممکنه که واکنش نشون بدن، کسانی که پایبند ردیف کنونی هستن و چیزی از موسیقی ندارن جز روایت ردیف، این اثر ممکنه که با سلیقه اونها، با تخصص اونها هیچ چیزی که هماهنگی نداشته باشه در مقابلش واکنش به خرج بدن. همینطوری این منو کشته تو میکس قبلی، همش میگفت خشخش میکنه، گفتم این هست به خاطر همین خشخشش، هم اینجوری که میکنه خشخش میکنه، همون قشنگ اصلا برای این هست تو برو. اگر موسیقی خودمونو خوب بشناسه، ردیف رو که یاد گرفته، توتیوار یاد نگرفته که فقط یک مقدار آهنگ از بر کرده باشه، جز به جزش بشنسه، الان رفت جو دیگه این چیزش فصل چهارمش اومد دوباره تو عراق، فصل چهارمش رو گرفت عراق دوباره. موتیف موتیفش رو بشنسه، ارتباط موتیف ها، ارتباط جملات بشنسه، بعد پی بره که نه این همه اینا تو اینم هست. درباره این من میدونم صحبت های زیادی خواهد شد، هم در ردش، هم در موافقتش، هم در اعجاز و ایجاز این اثر. این اثر فوق العاده اثر بالاییست. این شروعشه، این شروع. و من میدونم خیلی از استعدادها و جوانهای امروز ما که دنبال چیز تازه‌ن میچسبن و ازش خیلی چیز یاد میگیرن و آهنگساز ما بعد از این یاد میگیرن که از این فرم آهنگسازی استفاده کنن. آه،
حالا سال آخر بحث وجه استنادی قضیه است. یعنی آیا ما الان میتونیم بگیم بعد از شنیدن این آثار که این موسیقی موسیقی دوره تیموریان دوره عبدالقادر هست یا نه؟ نمیتونیم بگیم نه، ولی بالاخره موسیقی دوره خودش بوده. تمام. از ساعت 4:45 دقیقه روز جمعه سوم مهر پایانی میکس. سوم آبان. خوب شد چهارم نشد. خب درود بر شما. ما یه با اجده پس من خسته نمیشم. کجا؟ تو نفس شارژ شدم. تو نفس خوش نزدم، خوش ننشستم. شارژ شدم طرف. مجموعه ای از ظرافت، دانش موسیقی و تجربه میکس دارن. یک مجموعه ای در موسیقی عثمانی هست به نام عجمها یا عجمی. به پیچیدگی این پروژه عبدالقادر نیستن، کوتاه‌ترن، ساده‌ترن. یه نسل دومی از اینا در واقع حساب میشه. شاید بتونیم اونها رو اجرا بکنیم. اونو با شروع کنیم ببینیم که قابل اجرا هست نیست، سر و سقمش چی هست. اون پروژه بعدی ماست. تا امروز دم همتون گرم، دم هممون گرم. خداحافظ به قبل. خدا